سلام و به این بخش کوتاه خبر خوش آمدید. در تازه ترین واکنش ها به نتیجه انتخابات ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه دولت محمود احمدی نژاد را فاقد مشروعیت توصیف کرد و گفت از راه های قانونی به مبارزه ادامه خواهد داد. مجمع روحانیون مبارز هم ضمن اینکه حق اعتراض را برای خود محفوظ دانست، مردم را به آرامش دعوت کرد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در اولین اظهار نظر بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان به کارکنان وزارت اطلاعات گفت دشمنان علارغم توطئه‌های پنهان و آشکاری که جهت براندازی نرم طراحی کرده بودند شکست خوردند. گزارش ببینیم از سعیدی هاشمی. مهر تایید شورای نگهبان بر نتیجه انتخابات. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است و رقابت به پایان رسیده. فصل رفاقت و همدلی است. این پیام امروز بیشتر رسانه‌های دولتی بود. یکی از این رسانه‌ها صدا و سیماست که دوربین‌هایش دیروز ناظر شمارش آرا در استان‌ها و شهرهای مختلف بود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی نماینده‌هایشان را نفرستادند. آقای موسوی شمارش 10% آرا را بیفایده می‌دانست. چون به هر حال به توافقی نرسیدیم، تصمیم گرفتیم که برای ایجاد اطمینان بیشتر در بین مردم، هواداران نامزدهای محترم و برای ایجاد یک فضای اطمینان بیشتر، بازشماری رو خود شورای نگهبان انجام بده. به این ترتیب شورای نگهبان پرونده انتخابات را مختوم اعلام کرد. یکی از پیشنهادهای میرحسین موسوی که شورای نگهبان نپذیرفت، مقایسه کدهای نوشته شده روی برگه‌های رأی با کد ملی رأی دهندگان در سیستم کامپیوتری سازمان ثبت احوال بود. در تهران دقایقی بعد از اعلام خبر تایید انتخابات، صدای الله اکبر باز هم از پشت بام‌ها شنیده شد. بنا به گزارش‌ها شبکه تلفن و پیامک مختل شده بود و حضور نیروهای نظامی بیش از روزهای گذشته مشهود بود. مجمع روحانیون مبارز، یکی از تشکل‌های معترض به نتیجه انتخابات، از مردم خواست بیش از این هزینه نپردازند. این تشکل که گروهی از روحانیون سرشناس اصلاح طلب را در خود جای داده، در بخشی از بیانیه‌اش آورده در عین اعتراض به نتیجه انتخابات معتقدیم که مردم نباید بیش از این هزینه بپردازند. انتظار داریم که مسئولان نیز زمینه عبور از فضای زشت امنیتی و نظامی را فراهم آورند و زندانیان را آزاد کنند. اما در بیانیه یک تشکل دیگر اصلاح طلب نشانه ای از نرمش به چشم نمی خورد. سازمان مجاهدین در بیانیه‌اش گفته است از تمامی ظرفیت ها برای مبارزه قانونی علیه دولت غیرقانونی استفاده می کند و برای بازگرداندن جمهوریت نظام خواهد کوشید. به نظر می رسد که با این تصمیم شورای نگهبان، حلقه قانونی برای تحرک معترضان به نتیجه انتخابات تنگ تر شده. حالا باید دید گام بعدی میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خواهد بود. سعیده هاشمی، بی بی سی. در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدها نفر بازداشت شدند، از شهرهای شناخته شده دنیای سیاست گرفته تا روزنامه‌نگاران، دانشجویان و شهروندان عادی. عده‌ای از بازداشتی‌ها پس از چند روز آزاد می‌شوند، اما بعضی دیگر به گفته وزیر اطلاعات ایران انتظار نمی‌رود به این زودی‌ها از زندان بیرون بیایند. فریبا صحرایی نگاهی دارد به جریان بازداشت‌های اخیر در ایران. هرقدر دامنه اعتراضات خیابانی گسترش یافت، به همان میزان بر عده دستگیر شدگان افسوده شد. بیش از 2 هفته سپری شده، اما نشانی از پایان بازداشت‌ها دیده نمی‌شود. با نگاهی به روند دستگیری‌ها، می‌توان بازداشت شدگان را به چند گروه تقسیم کرد. دسته اول، چهره‌های شناخته شده از طیف‌های مختلف سیاسی‌اند، از جمله اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب، منتقدان دولت، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی. دومین گروه، کسانی‌اند که در خانه‌هایشان یا در خوابگاه‌های دانشجویی بازداشت شدند. گروه سوم شهروندان خارجی اند، از جمله روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی. و گروه آخر یا معترضان و تظاهرکنندگان عادی که بی‌نام و نشانند و به گفته خانواده‌هایشان از نگاه همه دور ماندند. یه دست کسایی که توی این درگیری اخیر توی تهران دستگیر شدن آدم‌های عادی و عامی هستن که هیچ چون اسم رسمی ندارن اسمی ازشون برده نمیشه. نمونه یکی از دوستان منم که پسر حدودا 20 ساله‌ایه که دانشجوه
و از روز 3 خرداد در درگیری تهران دستگیر شده و تا الان خانواده‌اش خبری ازش ندارم و خیلی نگرانم و واقعا نمیدونم که باید از چه طریقی پیگیری کنم و از حالش خبر داشته باشم. در حالی که تا همین اواخر کسی مسئولیت این بازداشت‌ها را به گردن نمی‌گرفت، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس ایران، امروز در این مورد لب به سخن گشود و گفت با کسانی که احیاناً در حال حاضر در بازداشت هستند با رأفت کامل اسلامی برخورد شود. هنوز آمار دقیقی از بازداشت شدگان در دست نیست، اما تنها در یک مورد از اخبار رسمی دادستان اصفهان اعلام کرده که 280 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند. به رغم اعتراض‌های جهانی به وضعیت کنونی، بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد، اگرچه تعدادی از این افراد هم در روزهای گذشته آزاد شدند. فریبا صحرایی، BBC. آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی از روحانیون اصلاح طلب ساکن اصفهان با انتقاد از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفته هم صدا با اکثریت مردم رأی باخته این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدی مجدد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و قاصبانه می‌داند. آقای طاهری از امامان جمعه منصوب آیت الله خمینی بود که در تابستان سال 1381 در اعتراض به شرایط کشور از سمت خود استعفا کرد. وزارت دارایی آمریکا شرکت‌های آمریکایی را از معامله با یک شرکت مستقر در ایران که متهم به کمک به برنامه هسته‌ای کره شمالی شده منع کرده است. این وزارتخانه می‌گوید شرکت هنگ کنگ الکترونیکس که در جزیره کیش دفتر دارد میلیون‌ها دلار پول به دو شرکت کره شمالی که در برنامه هسته‌ای آن کشور فعالیت دارند منتقل کرده است. ساعت پیش گفتگوی داشتم با بهمن کلباسی خبرنگارمان در واشنگتن و از او پرسیدم درباره این شرکت چه جزئیات بیشتری می‌داند. مشخص نیست که دقیقا این شرکت متعلق به کدوم کشورها، یک شرکت ایرانی است یا یک شرکتی است که چینی هست یا واقعا مال منطقه هنگ کنگ چین یا اینکه اساسا یک شرکتی است در کره شمالی، ولی به هر حال مشخص است که دفتر داره و مستقر در جزیره کیشه و دو تا اتهام اصلی بهش وارد شده. یکی این که از یک طرف یک مقدار زیادی در واقع منابع مالی رو از ایران منتقل داره میکنه به کره شمالی و اتهامی که مقامات وزارت خزانه داری زدن این هست که این منابع مالی برای در واقع خرید تسلیحات موشک‌های بالستیک یا غارپیما به کره شمالی منتقل شده و کره شمالی در مقابلش این امکانات و این تکنولوژی رو در اختیار ایران قرار میده. همچنین صحبت شده که به شرکت مجتمع صنایع شهید همت که در واقع طرف قرارداد ایرانی این معاملات هست و مسئول تجهیزاتی از این دست از جمله موشک‌های بالستیک هست، مسئول توسعه اونها هست، هم در واقع با این شرکت در ارتباط بوده. ولی در مجموع به هر حال اصلی‌ترین کاری که وزارت خزانه داری در این مقطع انجام داده این است که دارایی‌های این شرکت رو در آمریکا مسدود کرده. آیا مشخصی که عملکرد این شرکت به چه شکل بوده؟ البته معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که اونها از راه‌های در واقع فریب دهنده استفاده می‌کنند که بانک‌های آمریکا و بانک‌های بین‌المللی نمی‌تونن پیگیری بکنن ببینن که این در واقع معاملات چگونه انجام میشه و این پول‌ها چگونه منتقل میشه. در نتیجه اصلی‌ترین مسئله‌ای که برای وزارت خزانه داری آمریکا اینجا مطرحه این است که براشون مشکله که بتونن بفهمن که از طریق بانک‌های بین‌المللی که چه اتفاقی داره می‌افته. ولی اون چیزی که مشخص است این است که این شرکت به عنوان یک شرکت واسطه و میانی عمل می‌کنه به گفته مقامات وزارت خزانه داری و این واسطه بودن و میانی بودنش در واقع شرکت‌ها و بانک‌های عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های کره شمالی رو مخفی میکنه. در واقع یه دفعه اولی هم نیست که شرکت های میانی و واسطه رو وزارت خزانه داری آمریکا متهم کرده که کارهایی که قانونی نیست برای شرکت های مورد تحریم آمریکا از جمله بانک های کره شمالی و بانک های ایران رو براشون انجام میدن.